ایالت پنسیلوانیا در طول قرن اخیر اغلب به عنوان پایگاه محکم حزب دموکرات شناخته می شده، جایی که رأی طبقه کارگر یا یقه آبی ها تعیین کننده است. اتحادیه‌های کارگری نزدیک به دموکرات ها همیشه نقش محوری در کمک به نامزدهای این حزب و سازماندهی به نفع آنها داشتند. خیلی ناظران میگویند منطقه شمال شرقی پنسیلوانیا بود که دونالد ترامپ را به ریاست جمهوری رساند، جایی که همین کارگران سابقا حامی حزب دموکرات به نامزد حزب جمهوری خواه رأی دادند. جری ریچی صاحب این پیتزا فروشی که 40 سال است اینجاست، دوره قبلی به دونالد ترامپ رأی داده. یکی از چند ده هزار نفری در پنسیلوانیا که چنین رأیی دادند. او تعریف می‌کند که چطور در دوره کرونا و تعطیلات اجباری برای مهار ویروس همه تلاشش را کرده تا کسب و کارش را سر پا نگه دارد، از جمله به کمک وام‌های دولت آمریکا. یکی از آنان که برای دهه‌ها خودشان و نسل‌های قبلیشان به دموکرات‌ها رأی داده بودند ولی دونالد ترامپ موضعشان را عوض کرد. چقدر عملکرد دولت ترامپ درباره همه‌گیری کرونا را تایید می‌کنید؟ I think he did okay. فکر میکنم خوب بود. میدونید مثل همه جای دیگه در سیاست بعضی وقتا نمیشه به اندازه کافی کار کرد چون دستتون بسته است. اینه که میگم عمل کرده ترامپ هم بد نبود. میدونید در کاسبی‌های کوچک مثل ما خیلی به ندرت پیش میاد که بشه تغییر بزرگی دید، ولی در این همه‌گیری کرونا هر روز یک مشکل جدید پیش میاد. اولش ماسک نبود، گیر نمی اومد. همه چیز دیوانه کننده بود چون مردم نمی دونستن چه کار باید بکنند. دینا دختر جری پرستار است. او و شوهرش در یک خانه سالمندان کار می کردند تا که کرونا آمد و آنها هم جزو میلیون ها نفری بودند که در آمریکا بیکار شدند. از آن زمان او به پیتزایی پدرش برگشته و مثل دوره نوجوانی و دانشجویی کمک دست او شده، جایی که دو دختر مدرسه ایش هم به کلاس درس مجازی و مشقهای از راه دورشان میرسند. او برخلاف پدرش مخالف سرسخت دونالد ترامپ است و میگوید دیگر طاقت ندارد او یک دوره دیگر در کاخ سفید بماند. برای بابام کلاه ترامپی خریدیم. اینطور چیزهای ترامپی براش میگیریم چون به ترامپ رأی میده. تو بعضی چیزها با پدرم موافق نیستم ولی اصلا روی رابطمون تاثیر نمیذاره. شما و پدرتون درباره چه مسائلی موافقت دارید؟ قطعاً درباره مسئله نظم و قانون با هم موافقیم. قطعاً هر دومون درباره وضع بیمه درمانی موافقیم. ما به طرح بیمه درمانی که اوباما راه انداخت وابسته ایم، به خصوص وقتی بیکار شدیم. این خیلی روی وضعیت من و شوهرم و خانواده‌ام تأثیر گذاشت. بهش نیاز داریم. کشورهای دیگه مرخصی زایمان دارن، ما نداریم. من 3 تا بچه به دنیا آوردم، برای هر کدوم هم 2000 دلار از جیبم خرج کردم. ما یعنی آمریکا میتونیم بهتر از این باشیم. فکر کنم پدرم هم در این باره موافقه. فضای سیاسی آمریکا دو قطبی تر از همیشه به نظر میرسد. مناظره دو نامزد به صحنه جدل‌های تبدیل شده که مرتب در حرف همدیگر میپرند و هیچ نقطه مشترکی نشان نمیدهند. با وجود این اختلاف‌ها، جمع خانوادگی جری همچنان گرم است. دخترتون الان داشت میگفت که شما هم گاهی بحث میکنید. بله. بعضی وقتها حرارت بحث یکم بالا میره ولی نه زیاد. آره، بعدش هم شام میخوریم. شعار اصلی دونالد ترامپ در این انتخابات نظم و قانون است، با اشاره به ناآرامی‌ها و شورش‌های ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف آمریکا. شعاری که امیدوار است افرادی به جز حامیان همیشگیش را هم جذب کند. پسرم که اسمونم جریه یک مامور پلیس تمام وقته. اینه که برای همه ما پلیس مهمه. یه زمانی نزدیک بود که این کار رو کنار بگذاره به خاطر فقدان احترام به پلیس. جری تصمیمش را گرفته و باز به دونالد ترامپ رأی می‌دهد، ولی توقعاتی هم دارد. یک کاری که دوست دارم ترامپ بهتر در اون عمل کنه اینه که بیشتر درباره کره زمین به فکر باشه. خب میدونی این اطراف ما، این منطقه برای زغال سنگش معروف بود. هر دو بابا بزرگ من توی معدن زغال سنگ کار میکردن.
میدونم که آقای ترامپ دوست داره زغال سنگ رو دوباره زنده کنه. فرکینگ یا استخراج گاز با شکافتن و لرزاندن لایه زمین این اطراف خیلی بحث برانگیزه. فکر کنم او میتونه بهتر از این به نگرانی ها درباره نسل آینده توجه کنه. این چیزیه که من نگرانشم. میخوام جهان بهتری به این نسل جدید بسپارم و به محیط زیست لطمه نزنم. خیلی از کسانی که در پنسیلوانیا پیروزی دونالد ترامپ را رقم زدند به امید شعارهای او برای برگرداندن آمریکایی‌ها به سر کار بودند. وعده‌ای که البته برآورده کرد. بیکاری در این ایالت به پایین‌ترین میزان در تاریخ ثبت شده رسید که البته بحران کرونا آمد و وضعیت غیرعادی شد. یکی دیگر از حامیان دونالد ترامپ که پای رأیش ایستاده دبی ساتون است که در بیکاری حالا به طور موقت مغازه‌ای برای فروش اجناس تبلیغاتی دونالد ترامپ راه انداخته. اصلا نمیدونم، فکر کنم باید روی شلوار پوشیدش، یه طوری که انگار اون داره شما رو حمل میکنه. وقتی دیدمش پیش خودم گفتم این چیه دیگه؟ اگه ترامپ پیروز بشه. یه دقیقه صبر کن، اینجا رو اشتباه گفتی. ما تا روز انتخابات که ترامپ میبره باز هستیم. برای او سخت است تصور کند کسی که دور قبلی به دونالد ترامپ رای داده این بار به جو بایدن رای بدهد. کدوم حرف بایدن رو قبول دارم؟ ماسک زدن، همین. هیچ چیز دیگه که از دهنم بیرون بیاد و قبول ندارم. چون کلن به سیاستمدارا اعتماد ندارید؟ آره، بهشون اعتماد ندارم و همینه که به ترامپ اعتماد دارم. چون سیاستمدار نیست، تاجره. میدونه چطور کارها رو اداره کنه و همین بود که ازش خوشم اومد. عروسک خیمه شب بازی نیست. نیازی نداره بهش بگن چی کار باید بکنه. کاری میکنه که حسش میگه. در این محدودیت‌های کرونا که تقریباً فرصتی برای تجمع‌های انتخاباتی همیشگی باقی نگذاشته، به ندرت می‌توان شاهد رویدادهای جمعی بود. این گروه از شهروندان دوچرخه سوار در شهر اسکرانتون هر هفته دور هم جمع می‌شوند و رکاب می‌زنند. فرصتی برای من که از آنان سراغ انتخابات را بگیرم. جو بایدن خیلی بیشتر به چیزهایی توجه میکنه که مردم در مناطق شهری آمریکا بهش نیاز دارن. ما به بیمه عمومی نیاز داریم، اینترنت سریع، نوسازی زیرساختها، پلها و جاده هامون دارن خراب میشن. و من به عنوان یک ترقی خواه خیلی دوست دارم چیزی مشابه کارهایی که بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا انجام شد ببینم. اینکه آمریکایی‌ها سر کار رفتن و کشور رو دوباره سرپا کردن. جو بایدن که خودش متولد شهر اسکرانتون با جمعیت کارگر است، میگوید این انتخابات رقابت بین این شهر است با خیابان پارک شهر نیویورک که محل زندگی دونالد ترامپ و خانواده‌اش بوده. اما به نظر نمی‌رسد حتی همه حامیان خود آقای بایدن هم چندان با این تصور همراه باشند. من باشم میگم این رقابت وال استریت با وال استریته. نمیشه توی انتخابات آمریکا پیروز شد مگه اینکه یک پایگاه مالی خیلی بزرگ داشته باشید. ولی ما باید پول رو از نظام انتخاباتیمون بیرون کنیم. در حال حاضر سیستم جوری شده که فقط میلیونرها بتونن. بوریس کراچزنیوک در همه این سالها در اسکرانتون خبرنگار رسانه‌های محلی بوده. میگوید این ایالت همیشه در انتخابات ریاست جمهوری مهم بوده، طوری که او فرصت داشته با هر نامزد چندین بار دیدار و مصاحبه کند. وضعیتی که این بار هم میتواند تعیین کننده پیروز انتخابات باشد. سال 2016 ترامپ در ایالت پنسیلوانیا با 44,000 رأی بیشتر پیروز شد. در مقایسه با انتخابات دوره قبلی که سال 2012 بود و باراک اوباما پیروز شد، جمهوری‌خواها 55,000 رأی بیشتر گرفتند. در واقع نتیجه انتخابات در پنسیلوانیا رو همین رقم زد و نتیجه رأی پنسیلوانیا هم در پیروزی نهایی دونالد ترامپ تعیین کننده بود. ساده بخوام بگم اگر اوضاع همونطور مثل موقعی که اوباما برد مونده بود، ترامپ در پنسیلوانیا شکست می‌خورد. هیچ تردیدی وجود نداره که بخشی از این کسانی که رأیشون ترامپ رو رئیس جمهور کرد، دوره قبلی به اوباما رأی داده بودند. طبقه کارگر به دلایل مختلف، از جمله اینکه هرچند نمیدونستن ترامپ چه جور رئیس جمهوری خواهد بود، ولی از اینکه اونطور صریح حرف میزد خوششون اومد. ولی این دوره دیگه 4 سال عملکرد ترامپ جلوی چشمشونه. در آخرین روزهای مانده تا پایان ماراتون انتخابات ریاست جمهوری 2020، هر دو نامزد اصلی تلاششان را بر این گذاشتن که تا جای ممکن عده بیشتری از رای دهندگان احتمالیشان را
از جمله در پنسیلوانیا پای صندوق رأی بکشانند یا برای رأی دادن زود هنگام ترغیب کنند. از حدود 150 میلیون نفری که برآورد می شود در این انتخابات شرکت کنند، رأی چند ده هزار نفر در ایالت پنسیلوانیا می تواند برنده را معلوم کند. هادی نیلی، بی بی سی، در اسکرانتون، پنسیلوانیا.